أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. بحث در تلازم بین اعجاز و صحت دعوای رسالت بود و این که معجزه یک امری نیست راه فکری داشته باشد. این دو بحث اخیراً طرح شده بود، اما اون بحث اول که معجزه دلیل عقلی است نه دلیل عامیانه بحثش گذشت و روشن شد که گرچه توده مردم به معجزه گرایش بیشتری دارند، اما این چنین نیست که چون معجزه مورد پذیرش عوام است خود هم دلیل عامیانه باشد، بلکه معجزه یک برهان قطعی بر صدق دعوای رسالت است، منتها دلالتش طوری روشن است که توده مردم هم میپذیرند یا به این سمت گرایش دارند. مطلب دیگر این بود که بین معجزه و علوم غریبه فرق است. علم، هر علمی که باشد، خواه از علوم غریبه خواه از علوم غیر غریبه، راه فکری دارد، یعنی یک موضوع دارد، یک محمول دارد، یک مسئله دارد، یک مبادی تصوری و تصدیقیه دارد. راه رسیدن دیگران به این علوم باز است، خواه غریبه باشد خواه غریبه، خواه نظیر علوم معمولی باشد که دسترسی ذهن به اونها نزدیک است، مثل ادبیات و فقه و اصول و کلام و بحث های دیگر، خواه علوم غریبه باشد که برای ذهن آشنا نیست، مثل سحر و شعبده و امثال ذلک. هر علم یک موضوع دارد، یک سلسله محمولات بر اون موضوع مترتبند و مسائلی دارد، یک مبادی تصوریه و تصدیقیه دارد که راه فکری بشر باز است، منتها بر بعضی از رشته ها افراد بیشتری توفیق دسترسی دارند، در بعضی از رشته ها افراد کمتری. و معجزه راه فکری ندارد، یعنی راهی نیست که کسی بتواند بفهمد و با کسب و درس و بحث بتواند معجزه بیاورد. این چنین نیست. یک موضوعی داشته باشد، یک محمول، یک مسئله، یک مبادی تصوریه و تصدیقیه که کسی از راه درک و اندیشه و کسب بتواند صاحب اعجاز بشود. این چنین نیست. نشانه این که معجزه یک راه فکری ندارد، نظیر علوم دیگر نیست، این است که خدای سبحان وقتی در برابر معجزه تحدی می کند اخبار به غیب هم دارد، نوبت هرگز نمی توانید مثلی آورید، هیچ بشری نمی تواند مثل این بیاورد. یعنی این یک راه فکری ندارد که شما با درس و کسب راهش را تشخیص بدید و طی کنید. گاهی می فرماد که لم تفعلو و لن تفعلو که بعدا هم نمی توانید بیاورید، مثل همین آیه محل بحث سوره بقره. گاهی هم مثل آیه سوره اسراء فرماد لبجتمعت الانس و الجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، احدی توان اون را ندارد که مثل قرآن بیاورد، همه هم جمع بشوند توان اتیان مثل او را ندارد. یعنی یک راه فکری ندارد. این مثل سهر نیست که کسی بتواند درس بخواند ساحر بشود، یا مثل علوم دیگر نیست که انسان بتواند با درس صاحب اون رشته بشود. بنابراین معجزه علم و راه فکری حصولی ندارد. در اثر قداست نفس و عظمت روح به ارتباط روح به ماورای طبیعت، انسان در طول علل قرار میگیرد و چون در طول علل قرار گرفت میتواند به اذن خدای سبحان در جهان هر چرا که خدای سبحان خواست انجام بده، از احیای موتا گرفته و ماننده. اما کسی که بینشش مادی است، گرچه ممکن است یکی از ادیان الهی را پذیرفته باشد،
اما بینشش مادی است و معارف دین برای او در محدوده ماده ظهور کرده است، او نمیتواند این معنای دومی که در باره معجزه گفته شد این را بپذیرد. کسی که بینشش مادی است میگوید هر موجودی ماده و مادی است، و چیزی که ماده ندارد و مادی نیست موجود نیست، زیرا هستی مسابق ماده است. اگر چیزی موجود بود یقینا مادی است، و اگر چیزی مادی نبود خرافی است، جز خرافات است. اونهایی که به موسی کلیم میگفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، دیدشون همین بود. میگفتن اگر خدا هست باید دیده بشود، و ما تا نبینیم ایمان نمی آوریم. کسی که بینشش مادی است شناخت و هم شناخت حسی خواهد بود. او میگوید کل موجود مادی، و عکس نقیضش هم این است که ما لیس به مادی لا یکون موجودا، اونگاه میشود خرافی. قهرن مسئله ماورای طبیعت و معجزه و امثال ذالک را معاذ الله خرافات میداند. و اگر هم بخواهد ایمان بیاورد میگوید چون هر موجودی مادی و چیزی که ماده نداشته باشد وجود ندارد، پس همه چیز را میشود با حس شناخت. چیزی نیست که به حس نیاید، خواه با حس ظاهر خواه با حس مسلح. حس مسلح همان است که در آزمایشگاه ها هست. انسان دورترین ستاره را با حس های مسلح مشاهده میکند، یا ریزترین ذرات حیوانی را با چشمهای مسلح در آزمایشگاه مشاهده می کند. بالاخره او محسوس خواهد بود، یا با چشم بدون استرا یا با چشم مسلح. اون چی می گوید لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اون بینشش این است که چون هر موجودی مادی و هر مادی را هم می توان احساس کرد، پس هر موجودی را می توان احساس کرد، و تنها راه شناخت حس و تجربه است، و چیزی که به حس و تجربه نیاید وجود ندارد. حرفی هم که بعد از رهبران شوروی می‌زدند می‌گفتند خدا این نیست، اگر بود ما هم می‌دیدیم، همین حرف است. الان هم که مکتب‌های مادی می‌گوید نیخ ماورای طبیعت نیست، برای آن است که به زعم خود این استدلال‌ها را دارند که هر موجودی مادی است و هر مادی را میتوان از راه حس شناخت، پس هر موجودی را میتوان از راه حس شناخت. چیزی که موجود باشد و راه حسی نداشته باشیم خرافی است. لذا معجزه و امثال ذالک را جزء او خام میدانند. قرآن کریم موجود را به دو قسم تقسیم کرد، فرمود یک قسمش مادی است و احکام عامه ماده بر او جاری است، یک قسمش مجرد است که هیچ حکمی از احکام ماده بر او جاری نیست. لذا فرمود موجودات دو قسمند، موجودات غیب، موجودات شهادت، و خدای سبحان عالم الغیب و شهادت است. این را اصل کلی قرار داد که فرمود جهان هستی به دو بخش تقسیم می شود، جهان غیب و جهان شهادت. جهان غیب یعنی اون چه که اصلا قابل احساس نیست، و جهان شهادت آن است که با حس قابل شناخت. اونگاه بر اساس این اصل کلی نمونه هایی را هم ارائه داد. فرمود خدا از این قبیل است که لا تدرکه الابصار. لا تدرکه الابصار یعنی به هیچ وجه نمی شود ذات اقدس اله را مشاهده کرد، نه در دنیا می شود با بصر خدا را دید، نه در خواب می شود با بصر خدا را دید، نه در حال احتضار و در برزخ می شود خدا را با بصر دید، نه در قیامت کبرا می شود خدا را با بصر دید. موجود نیست که بصر بتواند او را ببیند. لا تدرکه الابصار، نه تنها لا تدرکه الابصار فی دنیا، اصلا حقیقت ذات اقدس اله طوری است که چشم اونجا راه ندارد، امر حسی نیست. فرشتگان را فرمود این چنین است که با چشم دیده نمی شود، البته با چشم های برزخی دیده می شود، که در بحث دیروز از آیات سوره فرقان شواهدی نقل شد که گرچه فرشته مانند موجودات عادی مثل این کبوتر و سایر موجودات نیست که با چشم انسان او را ببیند،
اما با چشم برزخی میتوان فرشته ها را دید. یعنی وقتی این چشم حسی و طبیعی و مادی از کار افتاد و انسان ذهلت کرد و در حال احتضار دیگر هیچ یکی از بستگان و پرستاران خود را نمیبیند و نمیشناسد و این چشمش بسته شد، اون چشم برزخیش باز میشد و فرشتگان را میبیند. اما ذات اقدس اله این چنین نیست که با چشم برزخی هم بتوان دید. در این حال که خدای سبحان با چشم دیده نمی شود، معذارت خدای سبحان برای بعضی از افراد این حساب را باز کرد که اونها محجوبند خدا را نمی بینند، بعضی از افراد محجوب نیستن خدا را می بینند. معلوم می شود انسان هم به دو بخش تقسیم می شود، بخش غیب و بخش شهادت. یعنی انسان جسمی دارد که جزء بخش شهادت اوست، مادیست و محسوس، و جانی دارد که جزء بخش غیب است و مجرد است و نامحسوس. خدای سبحان فرمود بعضی ها در قیامت محجوبند خدا را نمی بینند، یعنی بعضی ها محجوب نیستند خدا را می بینند. با این که فرمود چشم در هیچ موطنی خدا را نمی بیند، معذارک فرمود در اون نشعه کبرا بعضی ها هستند که محجوبند، یعنی بعضی هستند که محجوب نیستند. و برهانی هم که اقام کرد این است که همود اونها که از مشاهده حق محجوبند در اثر غباریست که در صفحه جانشون آمده، این رین و چرک و غبار نمی گذاره جانشون خدا را ملاقات کند، اینها به لقای حق راه یابند. کلا بل ران علا قلوبهم ما کان یکسبون، گناه را رین می داند و این رین غبار جان دل است. وقتی آینه دل غبار گرفت خدا را ملاقات نمی کند. معلوم می شود دل یک امر غیبی است. اگر غباری نگیرد خدا را ملاقات می کند. معلوم می شود انسان هم در بخش غیب نام نویسی کرده است، هم در بخش شهادت. یعنی هم جانی دارد از عالم غیب، هم جسمی دارد از عالم شهادت. پس اگر کسی بگوید هر موجودی مادی است، سخن او با صدق این گونه از موجب سالبه های جزئی نقل می شود که بعضی از موجودات مادی نیستند. الله موجود است لا تدرک الابصار، روح موجود است لا تدرک الابصار، فرشته ها موجودند لا تدرک الابصار، عقل و وحی موجود است لا تدرک الابصار، لوح و قلم و عرش موجودند لا تدرک الابصار و امثال ذلك. پس قرآن کریم موجود را به دو قسم تقسیم کرد، مادی و مجرد، یعنی غیب و شهادت، و قسمت اعجاز و وحی و نبوت و رسالت را به عالم غیب و بخش تجرد ارتباط داد. لذا فرمود مقدور هیچ بشری نیست که راه داشته باشد که معجزه را بفهمد تا مثل اون بیاورد. و این را هم به عنوان یک دعوت جهانی اعلام کرد. از اون طرف فرمود این کتاب من جهانی است، برای هدایت همگان الی یوم القیامه نازل شده است. و از اون طرف فرمود تمام انس و جن اگر هماهنگ باشند بتوانند مثل این کتاب بیاورند، مقدورشون نیست. از اینجا معلوم می شود اونهایی که با بینش مادی با قرآن برخورد می کنند دیدشون صحیح است. اینها علم زده اند، یعنی پیشرفت صنایع و علوم اینها را متحیر کرده است. اگر یک علمی در یک بعدی پیشرفت کرد، فوراً سعی میکنن آیات قرآن را بر اون علم پیشرفته تطبیق کنن، در حالی که بسیار از این علوم پیشرفته به فرضیه متکیست و چیزی که به فرضیه متکیست یک پایگاه ثابتی ندارد. این فرضیه در آینده نزدیک یا دور عوض میشود. وقتی این فرضیه عوض شد، مبانی اون علم هم به هم میخورد. و اگر ما قرآن را بر اون علم حمل بکنیم، لازمش این است که خود قرآن معاذ الله دستخوش حوادث قرار بگیرد. اگر یک امری روی قضایای بدیهی تکیه کرد نه روی قضایای فرضی، یک سلسله معارفی بود که روی بدیهیات تکیه کرد نه روی قضایای فرضی، اون را میتوان به قرآن نسبت داد به عنوان یک احتمال، یک وجه. اما اگر یک علمی به فرضیه اتکا داشت نه قضیه ضروریه، چون خود اون علم پایگاه ثابتی ندارد،
نمیتوان کتابی که لا ریب فیه بر چیزی که پایگاهی ثابت ندارد حمل کرد. علوم تجربی نوعاً مبادی فرضی دارند برخلاف ریاضیات. ریاضیات مبادی ضروری و بدیهی دارند. قضیه بدیهی یعنی یک قضیه است که عقل در نسبت محمول به موضوعش تردید ندارد، مثل دو تا چهار. شیء از ذات خود ثبت نمی شود، ثبوت شیء برای خودش ضروری است و مانند. اما قضایا فرضی آن است که این مطلب مجهول است، ولی ما او را اینچنین فرض میکنیم. بر فرض این که نفت از این سلسله مواد متکون بشود نه از مواد دیگر، ذخیره نفتی این کشور مثلا چند سال است. این امر فرضی است. نوع علومی که اینچنین است به قضایای فرضی متکی است، به فرضیه متکی است، نه قضیه ضروریه. فرضی هم یه آینده روشنی ندارد، ممکن است زود یا دیر عوض بشه. لذا نباید معارف قرآن کریم را بر علوم، گرچه علوم پیشرفته باشد، تطبیق کرد و گفت قرآن این را میگوید، زیرا ما مشاهده کردیم در یک مدت کوتاه بسیار از این مبانی علمی عوض شد. اونگاه اگر کسی بینشش بینش مادی باشد، قهرن نبوت را هم یک نحوه نبوغ میداند، روح را هم مادی میداند، اندیشه را هم جز ترشحات روح میداند و روح که مادی شد این اندیشه های و هم مادی خواهد بود. قهرن نبوت را یک نحوه نبوغ فکری میشمارد، این یک. و نبی هم یک انسان نابغه است، این دو. و کتابی هم که آورده مجموعه افکار آمیخته با نبوغ اوست، سه. و اون هم که در کتاب اوست به نام ملائکه، عبارت از قوای عالم طبیعت، هم چهار. و اون چه که در کتاب اوست به نام شیطان، اون هم یک قوه مادی از قوای عالم طبیعت است که منشأ شر و زحمت است، پنج. و دین هم در اثر تطورات انسان در عصرها متحول است، قهرن ممکن است این دین هم عوض بشود، شیش. و معجزات و امثال ذالک معاذ الله خرافی خواهد بود، هفت. اینها را سیدن استاد رضوان الله همه را جمع آوری کرده و همه اینها هم پاسخ داده است. اون کسی که بینشش مادی است، بهرشت دیدش در برابر معجزات این است. اما قرآن کریم ثابت کرده است که نبوت نبوغ فکری نیست که یک انسان نابغه زحمت کشید پیغمبر شد، این چنین نیست. راه علم حصولی ندارد و راه کسبی هم باز نیست و موجود هم دو قسمت، یک بخشش مجرد، یک بخشش مادی. اما اینکه بعضی از موجودات اصلا قابل احساس نیستند، همونطوری که اصل آیاتش خونده شد در سوره مبارکه انعام آمده است، آیه 103 سوره انعام، 102 و 103 سوره انعام این است که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. که گفتن این کریمه چهار بخش دارد، دو بخشش مربوط به صفات ثبوتی و سلبی حق سبحانه و تعالی است، دو بخشش مربوط به استدلال بر اون صفات است. چون معمولا هر آیه محتوایی دارد که دلیل محتوای اون آیه در پایان همون آیه ذکر می شود، یعنی وقتی پایان آیه گفته شد ان الله غفور و رحیم، نشان می دهد که دلیل محتوای آیه است. لذا گفتن وقتی کسی در بیابان آیه حد سرقت را می خوند، از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما جزا هم به ما کسبا، بعد در زیلش گفت ان الله غفور و رحیم، اون شنونده به این خواننده گفت دوباره بخوام یا سه باره بخوام. وقتی بار سوم یا بار چهارم اون خواننده یادش آمد که پایان آیه غفور و رحیم نیست، مثلا عزیزون حکیم هست، اون شنونده گفت حالا درست شد. گفتن از کجا فهمیدی ما اشتباه خوندیم؟ گفت برای اینکه محتوای آیه دستور قاطعیت میدهد، میگه دست دوز را قطع کنید، این با ان الله غفور و رحیم سازگار نیست، این جای حکمت و عزت است. مسئله توبه و امثال ذالک که مطرح است در ذیل آیه ان الله غفور و رحیم مطرح است. اینها اسمای حسنای حقن که این اسمای حسنا دلیل محتوای آیه است. هر آیه محتوایی دارد که دلیل اون محتوا
اسم یا اسمین از اسمای حسنای خدای سبحان است که در پایان همون آیه آمده. در اینجا هم دو صفت از اوصاف خدای سبحان ذکر شد، یکی ثبوتی و دیگری سلبی، یکی این که لا تدرک الابصار، یکی این که او یدرک الابصار، یکی این که او همه دیده ها را میبیند، یکی این که هیچ دیده او را نمیبیند. دلیل این دو صفت که یکی ثبوتی است دیگری سلبی، گفتن این دو اسم شریف است، بهو اللطیف الخبیر، چون لطیف است و مجرد است و جزء عالم غیب است پس لا تدرک الابصار، چون خبیر است و علیم است و آگاه است پس یدرک الابصار، چون لطیف است چشم او رو نمی‌بینند. لطیف است نه یعنی معاذ الله مثل پارچه لطیف یا برگ گل لطیف که جسم لطیف باشد، ظریف بین است، ظریف آفرین است و خود جز عالم غیب است، جز عالم لطف و غیب است، لذا چشم او رو نمی‌بینند. چون لطیف است لا تدرک الابصار، چون خبیر است یدرک الابصار. بنابراین خدای سبحان همونطوری که خبیر است و ابصار را میبیند، لطیف است و ابصار او را نمیبیند. این یک بخش. در باره فرشته ها هم فرمود در سوره فرقان آیه 21 که کفار مائلن فرشته را ببینند، فرشته را نمیتوان با این چشم دید. و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. اینا بینیشون بینی شما بید. قرآن فرماد لقد استكبروا في انفسهم، اینا مستکبرانه برخورد میکنن. اینا چه توقعی دارن که موجود غیب را اینا ببینن؟ این طرز تفکر اسرائیلی ها بود که به موسی کریم میگفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، اگر خدای سبحان مادی بود دیده میشد و چون منزه از ماده است لا تدرک الابصار، لقد استكبروا في انفسهم و عتوا عتوا كبيرا. اینا یه بلند پروازی بیجا کردن، اینا میخوان از عالم طبیعت به ماورای طبیعت با چشم راه پیدا کنن. خدای سبحان را که اصلا در هیچ موطن نمیشود دید، اما فرشته را یک روزی میبینن که اون روز احتضار و برزخ است و اون روز برای اینا خوشایند نیست. یوم یرون الملائکه لا بشرای و معزن دل مجرمینه و یقولون هجرن محجور. اونگاه معلوم شد که خدا را نمی شود با چشم دید و فرشته ها را هم نمی شود با چشم، اما همین خدایی که احدی او را با چشم نمی بیند و همین فرشته هایی که با چشم ظاهری احساس نمی شود، عده‌ای به لقای حق می روند خدا را مشاهده می کنند و عده هم فرشتگان بر اونها نازل می شود و یقینا فرشته ها را می بینند. معلوم می شود اون عده که انسانند از بخش قوی برخوردارند، یعنی انسان یک بخشش جز عالم غیب است، یک بخشش جز عالم شهادت. انسان در این حال که جسم دارد، چشم دارد، حس دارد و مانند آن، روحی دارد غیر محسوس که جان او را نه با حس مسلح نه با حس بی سلاح میتوان دید. اون جان اوست که خدا را ملاقات میکنه. اگر جان خیلی قوی شد میگوید ما کن تو اعبد ربن لم اره، من اون کسی نیستم که تا نبینم عبادت کنم. این آیه مبارکه لا تدرک الابصار را ما از اهل بیت آموختیم، یعنی اینها قرآن ناطقند. خود امیر سلام الله علیه اونطوری که در نهج آمده است، همون در قرآن بسیاری از حقایق و معارف هست، همه اسرار در قرآن هست. پس تنطقوه، اگر هنر داشتید قرآن را استنطاق کنید، از قرآن حرف در بیارید، بشید مفسر قرآن، مبین قرآن. ولی این راه شما نیست. منم که قرآن را به حرف در می آورم و سخنگوی قرآنم، ولیکن نی اون به اکن به مافی ولن ینطق با شما حرف نمی زنم. این عربی است، همه نکات عربی و ادبی را شما هم آشنایی. هستم تقوه و با قرآن حرف در بیاری، ولی و لن ینطقه او با شما حرف نمی زند، ولیکنی اون به اکن به ما فیه. و همین امیر و سایر اهل بیت علیه السلام که قرآن ناطقن، همین آیه لا تدرک الابصار را به دیگران آموختن، همین خاندان میگن ما تا نبینیم عبادت نمی کنیم. این نه تنها از حضرت امیر سلام الله رسید، از سایر اهل بیت علیهم السلام رسیده است.
گاهی تواد اف اعبدو مالا ارا یا ما کن تو اعبدو ربن لم عرف و امثال زاره. معلوم مشبت انسان جانی دارد مجرد و نامحسوس، که اون جان مجرد و نامحسوس که از نشعه غیبت، خدای مجرد و نامحسوس که از نشعه غیبت اون ملاقات میکنه. دیگران باید بمیرن تا گوشه از لقای حق نصیبشون بشود و اهل بیت زندن و چون موت طبیعی دارن مرحله والای لقای حق نصیبشون بشود. ما کنتو اعبد ربن لم ارد. در باره فرشته ها بر عده از صلحای الهی فرشته نازل می شود و انسان مهموندار فرشته خواهد بود. خب اگر مهموندار فرشته است، فرشته را با جان مشاهده می کند، حرفشون را با گوش جان می شنود، جمالشون را با چشم جان می بیند، پس انسان دارای یک بخش مجرد است که فرشته را می بیند. اون را در سوره فصلت این چنین فرمود که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اونها که گفتن خدا، یعنی منطقشون خدا بود و استقامت ورزیدن، فرشتگان بر اینها نازل می شوند. نه تنها در برزخ فرشته ها نازل می شوند و در حال احتضار فرشته ها تنزل می کنند، بلکه در دنیا هم تنزل می کنند. اینها در دنیا با داشتن حیات دنیایی مهموندار فرشته ها خواهند بود. بر قلب اینها فرشته نازل می شود، منتها وحی تشریعی نمی آورد، وحی تسدیدی دارد، تأییدی دارد. اونایی که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اونها از وحی تسدیدی حق استفاده می کنند. فرشته ها بر دلهای این گونه از افرادی که گفتن خدا و پایدار موندن تنزل می کنند. انسان وقتی حقایق را در جان خود مشاهده کرده است، فرشته ها را با اون حقایق یک جا می بیند، منتها با جان می بیند، نه با چشم ببیند. از این مرحله که بالاتر برود، اونگاه می تواند به لقای حق هم راه یابد. در سوره متصفین آیه 14 و 15 این است که کفار گرفتار رینم کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبو کلا انهم عن ربهم یوم ازن لمحجوبو. فرمود این چنین نیست که کفار پنداشتن و گفتن وحی اسطوره پیشینیان است، بلکه این کفر و نفاق یک رین و چرت و غباری است روی جان اینها. ما جان شفاف به اینها دادیم، ما فطرت روشن به هر انسانی دادیم که فطرت الله التي فطر الناس عليها. این آینه شفاف را اون غبار کفر و نفاق تیره کرد، این رین قلب اونها را تیره کرد، لذا اینها در قیامت از مشاهده جمال حق محرومند. کلا انهم ان ربهم یوم ازل محجوبه. اینا نمیتوانند خدا را ملاقات کنند، بعد از موت هم نمیتوانند خدا را ملاقات کنند، نه با چشم ظاهر. با چشم ظاهر در هیچ نشئه از نشئات نمیشود خدا را دید، چون لا تدرک الابصار. با قلب میشود به لقای حق به مقدار امکان رسید، منتها قلب اگر محجوب نباشد، قلب اگر تیره نباشد توان لقا را دارد، و اگر قلب تیره باشد توان لقا را ندارد. فرمود قلب کافر به منافق رین و تیرگی دارد. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبو. در همون احتجاجات امام سلام الله علیه با بعض از زنادق اصل مراجعه فرمودید، وقتی حضرت برهان بر اثبات حق سبحانه و تعالی اقامه کرد، اون زندیق گفت اهل تعالی قائب، ما را به یک موجود غائب حواله میدی. حضرت هم غائب نیست، تو این غبار ره بنشون تا بتونی ببینی، او که غائب نیست، او که معکم اینما کنتم، او که هو الاول و الاخر است، او که نور السماوات و الارض است، غائب نیست. معلوم میشود اگر چون که گناه نباشد، انسان توان مشاهده و لقای حق را دارد به مقدار امکان، و کفار در هیچ نشئه توان لقای حق را ندارند.
البته قهر خدا را در مقام فعل می‌بینم، اما مهر خدا و جمال خدا را در مراحل اسماء حسنای بالاتر و برتر نمی‌بینم. همین کفار میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما ابصرنا قهرک و عذابک، نه اینکه ابصرنا که. همین هایی که خدا میفرماد اینها محجوبن، در قیامت من خدای ما دیدیم، ما را برگردان که عمل صالح بکنیم. دیدیم نه جمال حق را دیدیم، نه لطف حق را دیدیم، بلکه جهنم را دیدیم. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اینها منتقم را میبینم، نه قهار را و نه رحمان را. اینها قهار را میبینم، منتقم را میبینم. در مقام فعل جلالی خدای سبحان را در این حد مشاهده میکنن. از این جهت خدای سبحان فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. به هر انسانی میگه تو بالاخره روزی به لقای حق راه مییابی، حالا خواه به لقای اسمای رحمتش، خواه به لقای اسمای قهر و عذابش. یا با رحمان و رحیم روبرو میشوی، یا با قهار منتقم روبرو میشوی، یا به جایی میبرن که انا من المجرمین منتقمون، یا به جایی میبرن که تبتون فتخروها خالدین. بالاخره مشاهده میکنی منطقه اون مرحله عالیه نصیب تو نخواهد شد. کلا انهم عن ربهم یوم ازن لمحجوبون. معلوم میشود که برداشتی که احیانا از قرآن کریم ادی از روشن فکر نماها دارن، این برداشت صحیح نیست که انسان بیاید معجزه را یک نحو نبوغ بداند، یا نبوت یک نحو نبوغ بشمارد، یا بگوید پیغمبر یک نابغه بود در جهان. این چنین نیست. همه اون رشته های علمی راه تحصیل و کسبش باز است و خدای سبحان در رحمت را هم بروی کسی نبست و استعدادهای گوناگون در اعصار مختلف نصیب انسانهای مختلف کرده است. اما درباره اعجاز فرمود به هیچ وجه راه فکری ندارد، خودتون خسته نکنید، احدی مثل این نمیتواند بیاورد، یعنی قابل درک نیست، قابل علم حصولی نیست. لذا فرمود به هیچ وجه مثل و مانند او مقدور شما نیست که اتیان کنید. اونگاه نباید ملائکه را تبدیل کرد به قوا و گفت ملائکه عالم یعنی قوای عالم طبیعت، چون قوای عالم طبیعت خود مسخر ماورای طبیعت است. اون ملائکه که وحی می آورد، اون ملائکه که بر قلب نازل می شود، مسئله قوا نیست. در باره سوره مبارکه انعام آمده است که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردند. گفتن مناسبت 70 اسمی که از اسمای حسنای خدای سبحان در این سوره است بعد از حذف مکررات و ارجاع بعضی به بعضی. خب همه اینها آمدن بر قلب مطهر پیغمبر، چون نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المؤذرین. فرشته امین که جبرئیل سلام الله علیه است، او مطلقاً امین است، هیچ آسیبی به وحی نمی رساند. وقتی این وحی شریف را می آورد در جریان سوره انعام، 70,000 فرشته هم او را بدرقه می کنند که جایگاه نزول این وحی قلب مطهر حضرت است. خب قلب مهموندار همه اینها خواهد بود و همه اینها را مشاهده خواهد کرد. این چه این نیست که ملائکه بشوند قوای عالم، یا شیطان بشود قوی از قوای مادی عالم که کارهای ناروا از او صادر میشود. این چنین نیست. شیطان موجودی خارجی از جن و فرشته ها موجودی نوری و خارجی، نه از جنن و نه از انسان، ما فوق اینن و تکلیف تشریعی ندارن. لذا خدای سبحان در بیان هدف آفرینش جن و انس مسئله فرشته را مطرح نکرد، فقط درباره خصوص جن و انس و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، یعنی اینها هستند که راه خلاف دارن، من اینها را برای راه وفاق آفریدم. ولی فرشته راهش یک جانبه است. همه اینها موجودات خارجی هستند و با انسان ارتباط دارند و احیانا جن را میشاید با چشم ظاهری دید، چون اون موجود مادی است و از آتش خلق شده. اما فرشته این چنین نیست و نمیشود فرشته را بر قوا حمل کرد و نمی شود گفت به این که دین مجموعه ترشحات فکری اون نابغه است، و نمی شود گفت که دین در اثر تکامل عطرها عوض می شود که معاذ الله ممکن است این دین هم در دستخوش تغییر قرار بگیرد، و نمی شود معجزه را
به عنوان یک دلیل عامیانه تلقی کرد و نمی شود معجزه را خرافات و امثال ذلک دانست، بلکه معجزه یک برهان یقینی است بر صحت دعوا و بین اعجاز و صدق دعوای مدعی یک تلازم قهری و قطعی است و راه فکری هم نداره. اینا بحثایی بود که در اطراف اعجاز ذکر شد. اگه مطلب جدید هم مربوط به معجزه مطرح به نظر رسید ممکن است در جلسات بعد عرض شد. اما در این آیه کریمه که فرمود و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، به ما راه نشون داد. فرمود به این که گرچه معجزه راه فکری ندارد که شما بفهمید یا مثل اون بیارید، ولی راه رسیدن به معجزه را من به شما نشون بدم که پیغمبر چجور به این پایگاه رسید. این راهش راه عبودیت است. اگر کسی عبد محض شد میتواند به دنبال این حرکت کند، حالا اگه معجزه نیاورد کرامت بیاورد، چون که بود برای خیلی از صحابه این کرامت ها بود. فرمود راهش عبودیت است. و به تعبیر بعضی از بزرگان رضوان الله علیه، این کلمه عبد بالقول المطلق در قرآن کریم فقط مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم. خدا هر جا از سایر انبیا به عنوان بنده یاد میکند اسم میبرد، وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا داوود. اما یک جا بالقول المطلق بگوید عبدنا، هیچ نام نبرد، این مخصوص پیغمبر است. اون عبد مطلق او، اون که حر مطلق است میتواند عبد مطلق باشد، اون که از هر گزندی آزاد شد او میتواند بنده محض باشد. و اگر نه کسی که در کنار قلبش غیر از خدا مهر دیگری است او عبد محض نیست. در باره زکریا سلام الله علیه هم که سخن از عبودیت او به میان آمده باز با اسم همراه است. مثلا در سوره مریم آیه 2 این است که ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا، اینا رو اسم میبرن. اما در آیه محل بحث نفرمود این کنتون فیره به مما نزلنا علی عبدنا محمد صلی الله علیه و سلم، این چنین نیست. اسم مبارک حضرت رو نمیبرن. فبود این عبد ماست، عبد مطلق رسول خدا، زیرا اون انسان کامل محض میتواند عبد محض باشد. چون اگر کمال در محور عبودیت است ولا غیر و این انسان کامل است، پس عبد محض است. اگر کمال آدمی در عبودیت است ولا غیر و یک انسانی به عالی ترین مرحله کمال رسید، معلوم می شود به عالی ترین مرحله عبودیت رسید، شده عبدهو. خدا از او به این عظمت یاد می کند، دیگر اسمش نمی برد. و این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، گرچه این کلمه عبدنا در قرآن در باره نوح سلام الله علیه هم آمده است، اما مسبوق به نام نوح است. قوم نوح نوح را تکذیب کرده اند، کذب و عبدنا و قالو مجنون و زدجر. اول اسم نوح رو میبرد بعد میگوید او عبد ماست. البته قرآن در بین همه انبیا برای نوح سلام الله علیه خصوصیت قائل است، یک احترام ویژه‌ای برای نوح قائل است که برای هیچ پیغمبری قائل نیست. از اون جهت او شیخ انبیا و سلسله اولوالعزم است و مانند اون، چون در باره سایر انبیا که سلام میفرستد میفرماید سلام علی موسی، سلام علی ابراهیم، سلام علی الیاسین و مانند. اما وقتی نسبت به نوح میرسد میفرماید سلام علی نوح فی العالمین. در سراسر قرآن کریم این کلمه مخصوص نوح سلام الله علیه است. فرمود سلام علی نوح فی العالمین. حالا یا به خاطر اون 950 سال حدود 10 قرن تلاشی بود که کرده است، چون عمرش بیش از اینها بود، دوران دعوتش 9 قرن و نیم بود، اون 9 قرن و نیم رنجی بود که تحمل کرده است، یا سرسلسله انبیای اولوالعزم است یا جهات دیگر. علی ای حال خدای سبحان فقط درباره نوح فرمود که سلام علی نوح فی العالمین،
نه تنها در عوالم انسان، در فرشته ها، در بین مقررین، در بین ابرار، در همه عوالم هستی سلام بر نوح. این خصیصه را بر نوح و برای نوح قائل است. اما در اونجا اگر می‌فرماید عبدنا، مسبوق به نام نوح است، می‌فرماید اینها نوح را تکذیب کرده اند که نوح بنده ماست. و اما در آیه محل بحث نام بارک حضرت را نمی‌برد، اسم حضرت را نمی‌برد، فقط بالقول المطلق می‌فرماید عبد ما. معلوم می‌شود این مطلق همون فرد کامل است، نیازی به نام بردن ندارد، دیگران را باید نام ببرند و اما فرد مطلق را دیگر لازم نیست انسان نام ببرد. اگر در یک منطقه سیادت مطلقه از آن یک شخص بود، به اون میگن آقا، و دیگران را که میخوان نام ببرن میگن آقای فلانی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او سید الاولین و الاخرین است، این سیادت مطلقه از آن اوست، که البته این سیادت در همون عبودیت ظهور میکند. لذا خدا فرمود عبد ما، بنده ما، بدون نام بردن. در سوره اسراء هم فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اگر فرمود و ان کنتم في ريب مما نزل الله على عبدنا، این نه به خاطر آن است که چون اون روز روشن بود نیازی به اسم نداشت، بلکه این حرف الان هم تازه است، این تحدی الی یوم القیامه است، الان که مردم در محضر رسول خدا نیستند. این حرف برای ابد بالقول المطلق زنده است، چون تحدی هر روزه است، هر روز این قرآن ندا میدهد که اگر تردیدی دارید مثل این بیاورید. خدای سبحان در همه اعصاب بالقول المطلق بنده مطلق را رسول خدا میداند. و این کنتون فیره بیم ما نزلنا علی عبدنا. مرحوم شیخ مفید اسمان داره در عمالیش در همون مجلس اول از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل بکند که صدقته و آدمو بین روح و الجسد. هنوز آدم تکامل و تلازم جسم و روحش محقق نشد که من به پیغمبر ایمان آوردم در اون نشه. و البته قبل از آفرینش فرشته ها و امثال اونها بود. این میشه از سید مطلق. سیادت چون در محور عبودیت است و سیادت مطلقه است، عبودیت مطلقه خواهد بود. و اگر کسی عبد مطلق شد نیازی به قید ندارد، اون مقید هاست که باید اونها را قید زد، ولی مطلق را باید با اطلاقش ذکر کرد. نشانه مطلق همون اطلاق و سعه هستیه. و این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر در زمینه اعجاز یا نزول قرآن کریم بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطلبی نمونده است، اونگاه وارد مسئله فتق النار التي وقودها الناس